OBJDFG que hay tiempo vale menos un producto. OBJDFG Cooper. Ciao amici, benvenuti al Facile come italiano. سلام دوستان، خوش اومدید به ساده مانند ایتالیایی. جلسه دوم هستش، من رضا هستم. خب بریم سراغ یادگیری الفبا خیلی سریع. الفبای ایتالیایی اول باید بررسی کنیم ببینیم تفاوتش چیه و الفبای انگلیسی. خب هیچ تفاوتی نداره، فقط تلفظشون فرق میکنه که الان من بهتون تلفظها رو میگم تند، بعدشم دونه بدونه بررسی میکنم براتون. مشکل چیزی هم داشتین دوباره تو کامنت ها بگین که جواب بدم بهتون. الفبای انگلیسی بلدین؟ بلد نیستین هم مهم نیست. الفبای ایتالیایی شورش، حالا بهتون میگم، میشه A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. خب این بود الفبای ایتالیایی. حالا بریم دونه دونه بررسیشون کنیم. البته این لازم نیست حتما که یاد بگیرین، بهتره که یاد بگیرین ولی لازم نیست. چون مثلا یه توریست مثلا بیاد ایران، شما نمیری جلوش بهش بگی الفبا رو برای من از اول تا آخر سری بگو، بلدم نباشه، بلدم باشه بازم بهت نمیگه. خب شما الفبای ایتالیایی به این قصد یاد نمیگیری، یاد میگیرین حالا خوبه، آینده ها ممکنه به کارتون بیاد، مین تلفظه کلمات بهتون کمک کنه. خب پس بریم بررسی دونه به دونه حرفا و واژگان رو. نه صوتی زیاد بدم. آ صداشن خودشه، بی خودش، چی شب بگین، چرا چی، چرا سی. نه خب من میگم که فعلا اینو پیش خودتون نگه دارین، چی صداش کنین، من بعدا بهش دلیلش رو میگم که چرا چیه. چون نه بذار اصلا الان میگم چه کاریه. خب ببینید حرف سی که توی انگلیسی شما میگین، توی ایتالیایی فقط حرف چه یا که میده. خب در چه شرایطی حالا که میشه، در چه شرایطی چه میشه، الان بهتون میگم. اگه بعد از حرف سی، خب حرف صدادار ا، منظورم ای انگلیسی، ا بیاد، یا حرف ای همون آی انگلیسی بیاد، یعنی ا یا ای باشه حرف بعد از سی توی یک کلمه، اون موقع سی تلفظ میشه چه، یعنی چه یا چی، چه چی. هر حرف دیگه ای بعد از سی بیاد تلفظ میشه که. خب ای باشه بعد از سی میشه کا، او باشه میشه کو، یو باشه کو، ل باشه کل. نه هر حرف دیگه ای بغیر از ا و ای بعد از سی بیاد تلفظ میشه که، با ا و ای تلفظ میشه چه، چه چی. خب حالا این هم فهمیدین دلیلشو که چرا چی تلفظ میشه نه سی. و سلام آ بی چی دی، عین خودشه آ بی چی دی ا. خب نمیگن ای، میگن ا، همون صدایی که میده رو میگن، یکم باشعور و فهمیده ترن نسبت به انگلیسی. شما نگید آبی سی دی ا، آبی چی دی ا، اف اف داریم. ببخشید من باید از دو سه تا قبلی شروع کنم تا این بعدی یادم بیاد. اف داریم، این تشدید رو حتما حتما و حتما رعایت کنید، چون که ایتالیایی ها روی این لهجه هاشون خیلی غیرتی هم واقعا. پس اف روی اف یه تشدید میذاریم، اف جی آره دیگه آ بی چی دی ا اف جی، این خودشه آکا ای آکا. حالا چرا آکاه؟ اینم بهتون بگم، اچ توی هر زبان ایتالیایی بی صداه، یه حرف بی صداه، درست مانند فرانسه. اچ رو می نویسن ولی نمی خونن. آره این یکی از بیشوروازیاشونه، ولی در کل حالا یه دونه مورد به بزرگی خودتون ببخشید. مثل چی؟ مثل او که میشه من دارم او، ولی خب هو خونده نمیشه، او خونده میشه.
خب این از این آکا ای، ببین همونجوری که خودش صدا میده میخونه، خیلی باشونه. ای جی کاپا هم وزن آکا قشنگتره. کاپا آکا ای جی کاپا ال یادم اومد، ال ام ان او پی. بازم تشدید دارم میگم رعایت کنید، ال ام ان او که این خودشه، پی این خودشه، او پی ال ام ان او پی کو تلفظ میشه کو ار اس تی. بازم قضیه تشدید و لهجه، ار اس تی هم که این خودشه تی، ار اس تی او وو دیگه همونجور که صدا میدن دیگه او وو دوپوو. چرا دوپوو؟ خب ببینید درست این انگلیسی و فرانسویه دیگه، توی انگلیسی شما میگین W W توی فرانسوی میگن دوبلو وی، دوتا یوه یا دوتا ویه. خب پس اینا وقتی گفتیم وو و دوتا وو باشه میشه دوپوو دیگه، دوپو معنی همون دابل میده، دو برابر. دوپوو نوشتاریش اینجوریه، تشدید داره رو په، حواستون باشه به تشدید و لهجه، دوپوو. خب وو او وو دوپوو ایکس. خب یادتونه یه حرفی بود شما بهش میگفتین وای، یه جا دیگه بهش میگن ایگرگ تو دبیرستان و دبیرستان و اینا. بعد الان این حرفه رو شما باید بگین ایپسیلان، حرف خیلی شیطونیه، حواستون رو بشتم. ایپسیلان که از همون حرف خود یونانیش میاد، نوشتاریش اینطوریه، ایکس ایپسیلان زیتا، زد خودمون زی زیتا. این از حروف الفبای ایتالیایی به همین راحتی. خب من از این به بعد میخوام بهتون آخر هر جلسه یه فعل یاد بدم که این بعدنا دیالوگاتتون رو ببره بالا و به کارتون بده. یادتونه گفتم اونجا اچ تلفظ نمیشه، بی صداه. آره مثال زدم او یعنی من دارم. همین فعل رو بیاییم بهتون بگم الان. فعل مصدرش هست ها، مصدر بذارین اول بهتون بگم. توی ایتالیایی این فارسی و انگلیسی نیست که بگیم یه دونه مصدر داریم، مثلا خوردن که از سرعت، که از سرعت از زمان آجی من خیلی سوتی میدن تو رو خدا ببخشن، که از زمان و شخص مستثناه، یعنی جداه. خوردن نه زمان خاصی داره نه شخص خاصی که داره میخوره، خوردن مصدرش. خب تو ایتالیایی اینجوری نیست عزیزان من. توی ایتالیایی مصدر میتونه زمان داشته باشه ولی شخص نه. مصدرشون دو حالته، یا مصدر مضارع داریم یا مصدر ماضی یا همون گذشته، مصدر حال و مصدر گذشته. خب مصدر گذشته شما فعلا اصلا به کارتون نمیاد، در آینده شاید مصدر گذشته بر بخورین. پس من با مصدر حال بهتون یاد میدم فعل ها رو. خب پس اینو من الان بهتون گفتم که تو آینده بهتون گفتم ما دو تا مصدر داریم، شما شوک نشید، مگه میشه؟ میشه، امکان پذیره. زبونه دیگه هم هستن که همچین حرکت هایی میزنن، مثلا تعجب نکنید. خب حالا گفتیم فعلمون مصدرش رو اول بهتون بگم دیگه. مصدر این فعل هست اویره. اویره به معنای داشتن. داشتن این فعلمون هست اویره. حواستون باشه تشدیدها و لهجه ها رو خیلی دقت کنید. اویره 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 تشدید داره روی اون ا بعد از وی و قبل از آر، بعد از وو و قبل از ار. اویره
خب تشدیدا رو حتما رعایت کنیم. اور مصدر فعلمون هستش، اول شخص میشه او، دوم شخص میشه آی، سوم شخص میشه آ. ساده گفتم که اچ هم تلفظ نمیشه، آکا تلفظ نمیشه، برای همین فقط اون حرفش، اون صدا، حرف صدا دار رو باید بگیم، او آی آ. خب معذرت میخوام. خب اینجاش که نکته ای نداره، او آی آ، اول شخص، دوم شخص، سوم شخص، مذکر و مفردش، یه بخش مذکر و مؤنثش هیچ فرقی نداره با هم، جفتش آه. حالا این فعل یه فعل استثناءه. چرا؟ چون مثلا الان من بخوام جمع اول شخص رو بهتون بگم میشه ابیامو، که کاملا متفاوت بود با اون مفردا، مثلا بهش میگن یه فعل استثناء. ابیامو تشدید داره روی ب و بعدش روی ای، روی آ قبل از ام. خب ابیامو، ابیامو، ابیامو تشدیدم، توجه کنیم. بعدش داریم اویت، تشدید روی ای قبل از تی، اویت. و بعدش هم داریم آنو، تشدید روی ان. آنو به معنای آنها دارند، اویت شما دارید، ابیامو ما داریم. یکی مثلا اونجا بهت گفت تو نداری، بگو او من دارم، خودتون فهمیدید. خب این از الفبا و فعل مورد نظرمون که به صورت کامل تدریس شد. هر گونه سوالی که داشتید حتما توی کامنت ها بنویسید برام، خوشحال میشم که بهتون جواب بدم و بتونم یک کمکی باشم براتون، و واقعا دوست دارم یادگیری این زبان رو براتون هرچه بیشتر و بیشتر بتونم راحت کنم. پس چنل رو دنبال کنید، شگفتی داریم، قسمت های بیشتر خواهیم داشت و یه عالم کار باحال میخواییم با هم بکنیم. به خدای بزرگ میسپارمتون، تا چند روز دیگه، بدرود.